جاتون خالی. او یاسین، او یاسین عزیز، او امین شاکی، او امیرعلی ارسلان عزیز. ما همیشه عوض میکنیم. عباس ناصری فدات بشم، غلامتونم. آقا مشتبه، آقا یاسین درخواست فرستادی برات فرستادم. آقا میثم عزیز، چه خبر ها، خوبی؟ یه سید یه سیگار روشن، همین الان کشیدم. به به بانو خوش اومد. صدام ضعیفه؟ آقا نادر، قاسم فلافلی رفتی و نوش جان، نوش جان. آقا وحید عزیز، آقا امیر، یه پیج دیگه میاریم برای آقا صمد کرده، خیالی نیست. پرشم آقا صمد کرده خال آسمون هست، پرونده بزرگواری و جنمداری و تیغداری و سفرهداری رو مال آقا صمد کرده با آوردن پیجاش با این کسی نمیتونه مخدومش کنه. آقا صمد کرده قبل از که فضای مجازی بیاد کل دنیا که هیچی، تا خاور دورم آوازش رسیده. علی آقا لطفی خوش اومدی، رولای عزیز، آقا مصطفی، شما بهمن میکشین ما ماربارو. اتفاقا بهمن میارن اینجا. به قول آقا صمد کرده اینا شهامت زدن پیجا رو دارن، خودشو نمیتونن بزنن. آقا صمد کرده رو نمیتونن بزنن، پیجاشو میزنن. چقدر بی وجودن اینا. آقا صمد کرده بیخ گوشتونه دیگه، اگه خایل لاپاتون هست برین سراغش. زیاد 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 شهامت بکنین میرین پیجاشو میزنین. آقا حسین عزیز دل من ایتای سری داداش، بانوی عزیز خوش اومدی. پرورشگاهیه هانیکونا، پرورشگاهیه، تخمشو از سوئد آوردن. نالال دولت آباد، بی سی، مسعودیه، کرد و لور و بیره، اولک، گشتیان، اشتن، یان دلن. دیگه حالی و چادر فکر اومده. سلام از ما اسمانو، خوش اومده. بچه های بلوچ عشق من هم، لندن هم خوبه، ولی من الان لندن نیستم. بروش نه الان اینجا. بچه های لرستان، اوزستان، خلامشون هم. حتما هانیکونا خیلی وقت تبعیدی از بیسیم.
سلامتی آقا پیمان حیدری. عقاب ایران زمین آموزا خاشتی. فدات بشم آقا امید عشق منی. میانه اغلی علی آقا لطفی جمال تشم دیدم داداش زنده باشی داداش روی داشت وعید مرادی شاد شاوروژ دو خیر آموزا آفراد و گل آیون سعزیز آره دادش به خودم مربوطه. خدا رحمت بکنه آقا جعفر داشت وعید مرادی رو، همه خوبان و با ادب رو. آقا عباس ناصری سلام آزی یاد محمد خوبی خوش اومدی. آقا حسین شما هم تکیم. خدا رحمتش کنه. فندک زیاد دارم، هر کدوم دم دستم اومد اونو میذارم. چه چیزایی دقت میکنی اینا خدا وکیلی. من به چیزی بهم بر نمیخوره، به خصوصیات مردم کاری نداشته باش، ما همونجوری که ما به خصوصیات شما کاری نداریم. سلام عزیز دل. چله هشت سفنج آقا مصطفی سید علی سید مفتی اگه اشتباه نکردم آقا حیدری اطلاع ندارم داداش چجوری میشه. فدات بشم داداش اسمتو نمیدونم. 724 آقا زندی کرد و لور و لک داداشن داداش فرق نمی کنه، من کرد و ملکشاهی هم داداش. من اون پیج رو هنوز راه اندازی نکردم، هنوز کسی رو چیز نکردم. داداش هرکی دوست داره برای ما بد بگه اشکال نداره، هرچی دوست دارم بگم. از این باید من برم توزتتون میدونم. صفاتون
وحید لک بود داره مادرش خورده. اون مال قدیمه داداش آقا هیدری، هنو هیچ کی رو عد نکرد. روحش شاد. میشه آقا وحید رو دوست نداشت؟ یه دنیا آقا وحید رو دوست دارم. مهسا سلام. ادمین آقا پیمان هیدری خیلی خوش اومدید. زنده باشی. پرسم آقا پیمان هیدری هم تو فال آسمون هاست. حتی تو اروپا. پرسمشون گردشتیم. دادش من بعدها فقط هانی دارم. اونایی که میان برای ما بی‌ادبی میکنن. تازگی ها قدیم. اومدن خودشون یه مدت تو لایو ما بودن. بی‌ادبی به هانی کردن. هانی و بچه های اداره مجبورشون کردن که بیان الان به من بیادبی بکنن. یعنی همه دنیا میدونن من با کسی مشکلی ندارم الا با هانی. اونایی که میان به من بیادبی میکنن و برای من کلیپ درست میکنن، اینا وظیفه شونه. بچه های اداره و تیم مفعول هانی اینا رو مجبور کردن بیان برای من بیادبی بکنن. به 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 حاج مهتی داداشم خوش اومد. کل دنیا میدونم من فقط با هانی مشکل دارم، با هیچ بنی بشری مشکل ندارم. هر کیم که الان اومده با من بعد من شده تا دیروز به من میومد به من میگفت آقا من ضد هانی ام منو بیار بالا، میومد به هانی دو تا فوش میداد، صبح از خواب بلند میشدیم میدیدیم داره به من فوش میده. خب معلومه اینا رو کی مجبور میکنه؟ یا آدم های منافق هم یا بچه های اداره اینا رو مجبورشون میکنن بیان به من بیادبی بکنن یا تیم مفعول هانی. شما دیدین چهار تا خوب بزرگ صاحب فتوا به من بیادبی بکنن؟ ممنونم آقای داری. چرا؟ انشالله برسم آقا صمد گرده بالاست. میگم که اینا نمیتونن ما رو بزنن، آقا صمد گرده رو بزنن، منو بزنن. ادعاشون هم میشه برای مرد 54 ساله جوون 20 ساله 30 ساله خط نشون میکشه. اینا واقعا آبرو لاتار هم به قول خودشون بردن. اینا که ادعاشون میشه یه لات به قول خودشون، هیچ موقع برای یکی که 6 ماه یک سال از خودش بزرگتر باشه بی ادبی نمیکنه، خط نشون نمیکشه. آقای یونس من برای درخواست فرستادم نیومدی. علی آقا شما شخصا داری نداری مشکلی ندارم، من فقط با هانی مشکل دارم. گفتم کل دنیا علیه من بشه به خاطر هانی، من با کل دنیا طرفم، ولی در اصل فقط من با هانی مشکل دارم. اسم کسی رو هم نمیارم، نه ایکس نه ایگرگ. شب تا صبح منو تهدید بکنین، فیلم برا من درست بکنین، اسمتون رو نمیارم. من فقط اسم هانی کنا رو میارم. با هانی کنا مشکل دارم.
دیگه اون به خودم مربوطه. آقا من خوبم. یا هلا یا هلا آزانیان، دور از شما کار سرمانده داشت. میذارم چون دوست دارم، چون میخوان صدای خوبا رو قطع بکنن، من میذارم. ایشالا میام دولت رو بار. تا نفس دارم، جا دارم، خون تو رگامه است، میذارم صدای حرف، صدای خوبان تو کل عالم بپیچه. اونا میخوان صدا رو قطع بکنن، من نمیذارم. اونا اگه راست میگن، جرأت دارن، اولا که جرأت ندارم برخورد بکنم، میرم پیجای آقا صمد کردر میزنم، پیج منو میزنم، پیجای دوستداران آقا وحید مرادی رو میزنم، به جایی که ماها رو بزنم میرم پیجای ما رو میزنم. خب یعنی از صدای ما وحشت دارم. من تا جایی که توان دارم صدای خوبای عالم و مشتی ها و با ادب ها رو، با شخصیت ها رو، اونایی که واقعا جنم دارن، اونا رو پخش میکنم، منتشر میکنم. سلطان پایتخت آقا صمد کرده، عقاب ایران زمین زنده باشید داداشم. آقا ممنون. چی رو جواب دادم؟ میگه تا حالا یه روز حبس کشیدی، به خودم مربوطه. فدات بشم آقا. من کاری ندارم کی با کی کار داره، من فقط با هانی کار دارم. سلام به سید از خانه بچه که تو لایو من خوب هستیم. وقتتون بخیر. اینو تو هانی بکنم من یه لحظه. جانم همسریم زنی. بردم صدا قطعات میشه. جونم داداشی. آقایون صدا مو داری؟ صدامو داری؟ جان هست صدام الان؟ الان صداتو دارم. خوبی داداش؟ قربونت برم فدات. من اگه پرسیدم شغلت چیه واسه فضولی و فلان نبود. عشق منی داداش. پرسیدم گفتم مشخص. فداتم. پرسیدم مشخص چه؟ چون ببین سوال میشه. رو مدام تو لایو میگی که فلان. خب مثلا من الان بگم یه روز بم از من پرسیدن، من اکثرا میام به من میگم او شغلت چیه؟ خب من کارامو کردم تموم شده رفته. خب بازم کارهای دیگه هم دارم انجام میدم، شکر خدا. یه چیزاییه که پریواته، به قول چیز خصوصیه. روزی که لازم باشه میام، روزی که اجازه بده، روزی که لازم باشه من میام میگم.
مطمئن باش. واسه این پرسیدم چون مدام دیگه هانی و دارو دستاش خب اونا یه دارو دست داره مسلمن. آره دیگه ببین بعد دیگه دارو دسته باشه یارو هم اسکول نیست که بخواد الکی بخواد پشت یکی در بیاد، پس حتما ساپورت میشه دیگه از یه جایی، حالا بگیم هانی باشه ایک باشه یا ایگرو گیگه درسته. خب شما وقتی که نمیگی شغل هم اتفاقا بگی خیلی هم به نفت تو، با درآمد من اینه از این تو من دارم اتفاقا میگنم مومی چرخونم دیگه دیگه بس این فرصه نمیگه آقا فلانی هم حتما مرسی که به فلانجا و فلان زمینیت. حالا شغل تو چیه؟ من کارمندم، من کارمندم. کارمند فرق من میدونه با شما چیه؟ کارمند کجایی؟ سید جان کارمند فرق کجایی؟ من میدونه با شما چیه؟ کارمند کجایی؟ من تو راهن داداش. کارمند راهن؟ راهن کجا؟ آره راهن تهران. من فرق هم میدونه با شما چیه سید جان؟ شما خودت اوردی دیدی دیگه درست؟ نه فرق هستیم ببین اصلا این شما الان تو دیری شاید الان تو پیج 4000 5000 10000 30000 نفر باشن، خب مسلما گفتن شما با گفتن من فرق میکنه دیگه. ببین من یه چیزی مربوط به خودم پیجم نهایت 3000 تا 4000 تا باشه، افرادی هم که هستن تو پیجم دور و بر خودم منم کاملا میشناسم، ولی شما که داریم مثلا میگی آقا دارو دسته فلانی با من گفتم من کار نیست میگم خب من درآمد فلانی داره لازم داره تو پیجش هم هست داره واسه زندگیش هم میکنه، پس اینم حتما مرتبط دیگه جایی. شما اتفاقا اگه بگی هیچ چند به بری هم نداره دیگه، واسه ای من پرسیدم. بعد دومی چم شما موقع که ایران میگن کفتر بازی میگن کفتر بازی اینجا نوشتن میگن به شما کفتر... میگن یا منو به شما میگن کفتر بازی اشکال نداره اشکال نداره بگن سید جان. خب به منم خیلی تدیر... خب به منم خیلی چیزا میگن من میگم تدریس عشق میکنم، به من گفتم آقا چیکار میکنی؟ گفتم تدریس عشق میکنم. کار یا کار نیست؟ آگاه سازی کار هست یا کار نیست؟ تدریس عشق چیز بدیه یا خراب یا خوبه؟ تدریس عشق کار بسیار خوبیه ولی خرج رو زندگی میتونه در بیاره؟ چرا در نمیاره؟ تدریس عشق بعد از شما وقتی معرفت به دیگران میآموزی عشق میآموزی، بالاخره یه استاد دانشگاه وقتی میره سالها زحمت کشیده عشق ورزی کرده درس خونده زحمت کشیده داره این عشق رو انتقال میده به دیگران، بابتش هم یه خرجی میگیره دیگه درسته؟ درست درسته درسته. خب وقتی من میگم مزامت... من میگم آقا تدریس عشق میکنم من یه دونه خب من حرفی برای گفتن بیشتر از این ندارم فعلا درسته. بچه ها ببخشید تا جان دیر اگه چیزی هم می نویسن اگه بیادبی هم چیزی هم می کنن چه راجع به من چه راجع به سید جان اصلا من دلخوره نمیشم، هرکی داره شخصیت خودشو نشون میده، حالا شما هرکی اون دیر می خواهی بنویسی بنویسی داده شما، نه با گفتن شما کسی کوچیک میشه نه با احترام زیاد از حد شما ما بزرگ میشه. من دارم با سید صحبت می کنم ببخشید اگه جواب چیزی هم بودم واسه اون. بعد سید جان شما سمتی که وحید مرادی و رحمت خدا رفت ایران بودین؟ نه ایران بودیم، ولی الان کسی که بیشترین حمایت رو از من میکنه شما این دیگه درسته؟ اگه خدا قبول بکنه. بعد مشخص هم شده که 100% هانی تو این جریان بوده یا نه؟ بله مقصر شده. بعد خب شکایت نمیشه بکنی؟ چرا؟ خب چرا شکایت نمی کنی؟ پیجا با هم فحاشی میدیم دیگه. ما که فحاشی نه، اونا میان فحاشی میدن. ما تو طول 2 سالی که داریم فعالیت رو میکنیم 2000 مرتبه یعنی 2000 مرتبه که هیچی 200000 مرتبه اومدن به ما فحاشی کردن، من 3 یا 4 بار به جواب فحاشیشون رو مثل خودشون دادم. اون 3-4 بار اگه نمیدادیم بهتر بود. بعد هانی هم هر کی هم که هستش خدا انشالله به کار راست وقتش کنه، ولی این که اومدن تو پیجون یارو گذاری پیجی مثل پیج شما میمینه داری به قول خود میگه آقا بچه با 20 سال چرا به من فحاشی میکنه، شما وقتی خودت داری راو باز میکنی فحاشی میکنی اونا هم طبیعه جنبه خوبی نداره، در اصل هم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. چه شما فاوت ما که نکردیم ولی وقتی میکردی وقتی به ما فوش میدادن تو این مدت ما جواب نمیدادیم به ما میگفتن شما بلد نیستی، شما توانایی جواب دادن اینا رو نداری، شما بی غیرتی،
ولی ما هی سکوت میکردیم، میگفتیم آقا سکوت خودش پشت خارمادره در مقابل اینا. ولی میدیدیم اینا بچه پرو هم، حکایت ملا نصرالدین و خرشه، هرچی بگی یه چیزی برات در میارن. خلاصه ما هم یه 4-5 دفعه بهشون چپوندیم تا دسته که بهش فهمن که ما هم بلدیم ولی خودمونو کنترل میکنیم. خطر هم که فهمیدن رو فاشی نمی کنن. هر موقع هم لازم باشه خوشخار مادر که هیچی، شروالشون هم میکشیم پایین، کروات میکنیم میدازیم گردن خار مادرش. دمت گرم. فقط دوست داشتم شما با این سن، ما با سن سالمون این درس ها رو همه رو آموختیم، همه چیز هم بلدیم، میدونیم هم چی کار بکنیم. تجربه ما خیلی زمان ها از امثال شما هم بالاتره، میدونیم کجا چی بگیم، کجا خطا میکنیم، همیشه در معرض ثواب و خطری، نه من، همه ما، ولی سعی بکنیم نمره خوب بگیریم. تلاش ما اینه که نمره خوب بگیریم. انشالله که همینجور بچه، انشالله که هر خونی هم ناحقی تقاسش حتما بچه هایی که این کار کردن بدن. انشالله یکی و شخصی هم وعید مرادی، حالا هر کنی وزن هموطن همونو کشته رفیق خود قروبه قضایی دعا بسید بده که بگه فوتو فهاشی کشتی هم توی فرق مجلسی نده. هایی هم از اتوار پرسیدم، اتوار آدم فوتوری هم نیستم، ولی اصلا در آخر سوال برسیم پرسیدم بچه هایی هم که دارن اینجا پوست فارسی می‌کنیم دوید تو فضا مدادی پوست دادن کار سختی نیست. اول رو گفتیم یه بچه دفتاله هران این دیشی به دست سر پوست خاص میده، عرب خودتو، شخصیت خودتو، فهمتو این فضا مدادی رو نکن. باقی هم که بزرگان و عرب دارن خاصی خودتون هستی سه جامو جامد نکن. یعنی خدا بله. قد کن که اظهار نظری داشت و بس سلام دیگه. ما شامت شنیدن انتقاد رو داریم. علی آقا لطفی اشکال نهاره. بچه های خوزستان رد دادی آقا تاج میری. او پیمان شما هم چشه چال مایی عشق منی. بچه های شوشتن یا الله چکریم سید. سلام داداش. خوبی آتاز بری؟ سلامتی داداش. خوبم شکر خدا. جونم داداش. سید خیلی عرص میخوری سید. عرص نمیخورم، نشستم دارم نوشابه میخورم. بابا با خدا اینا ارزش عرص خوردن ندارن سید. خدا قهوه‌ام میخورم، بهترین جام نشستم دارم اشغالم. بس خودت اشغال کن بابا، اصلا هانی عددی نیست بهش فکر میکنی، بزرگش کردی از بس ازش گفتی. دوباره این من این سوال جواب بدم، من بزرگش نکردم. اونایی که بهش میلیاردی پول دادن راهنماییش میکنن که آشپزخونه شیشه بزنه، مواد پخش کنه، ترانزیت ناموس ایرانی بکنه، اونا بزرگش کردن، نه من. من میخوام نابودش کنم. بعدم سر همینا که میان زیر پیج ده می نویسن مجازی بو، اگه شما هم میتونین بیاین مجازی شین. آقا اگه راست میگن سید مجازیه، میگه نمیدونم کاریزماشو ندارن. اونا کاریزماشو ندارن که بتونن با مردم صحبت بکنن. من کاریزماشو دارم. همین درس عشق دیگه سید.
رحمت به شیر مادرت. تا بیا به اینا بفهمون در وقتی که بتونی آقا، وقتی که بدونی 60 دقیقه صحبت کنی با بالای 100 نفر حرف مختلف بزنی، این درس عشق دیگه. رحمت به شیر مادرت، حرف شما ختم کلام شما زدی. والا به خدا دیگه بینا گیر نه، مثلا این بابا این شور دار میاد کسر میگه زیر پیج شما. الان این پیج من الان در عرض 2-3 هفته است دیگه آوردمش دیگه. خب خود از 1200 تا شد 7000 تا. خب پیج قبلی دوست دارم دیگه آقا دنبال میکنم، پیج قبلی 17000 خورده ای، پیج اون یکی قبلی 22000 خورده ای، اون یکی قبلی 23000، یکی 22000، یه 18000، یه 8000، یه 4000، یه 3000، یه 800 تا، یه 300 تا. آقا من یه پیج، یعنی من یه پیج من... دارم 4 سال 3 سال انو 1000 تا، چرا نمیشه 2000 تا 3000 تا مثلا؟ خب. آقا واقعیت دیگه او چیزی که باید بگم و او لپ کلامش ندارم، خیلی هم ندارم، فقط میان گوزگوز میکنن این زیر. مثل یعنی من کاریزماشو دارم، تواناییش هم دارم. دمت گرم. خب آقا اونی که میگه سید مجازی، اگه راست میگه بیاد مجازیشه، تواناییشو داره بیاد. آقا یه کلیپ پخش کنه اصلا برسه به دست 4 نفر ببینن. بیا بعدم سید بیا. الان تو آداری همش راجب یه چیزی میگه که به روز دیگه، یه چیزی باعث جوانی مثلا همه رو نابود میکنه، یه این برای من ثابت شده که هانی یه مواد فروشه فقط. شما نگاه کن، میگه هر کی رو میخوای بشناسی از دوستاش و دوروریاش بشناس. شما دقت بکنید ببین چه کسایی بالا خواهی هانی در میان، چه کسایی از هانی دفاع میکنن. شما برین کلیپاشو نگاه بکنید، قیافه‌هاشو نگاه بکنید، زندگی نامه و کارنامه‌هاشو نگاه بکنید، قشنگ دستتون میاد چه اشخاصی بی اصل و نسب و بی خانواده و مواد فروش و ناموس فروش بالا خواهی هانی در میاد. با هانی پشتش پره، هانی رفت سوریه و برگشت. خود بسیجی ها حزب الله ها میگن خدنگ ماست. بعد میان به من میگن تو مخبری. آقا اگه من مخبر سپاهی ام، بس هانی چه کار است که خود بسیجی ها میگن هانی خدنگ ماست، باشون میره سوریه و لباس سپاه تنش میکنه، بس اون کیه؟ داش هر کی میگه مخبری از رو حسودیشه به خدا، اینا فشار بشه میاد. عکس 20 سال پیش که من رفتم حج تو بعثه، میدونید تو بعثه مؤممین و آخوند زیاده دیگه، چون به اونایی که نگاه میکنه چیزن بهشون مراسم حج یاد میدن دیگه، ارکان و ارکان چجوری باید طواف کنی، کجا منا باشه، کجا مثلا سنگ بزنی شیطان و خب اینا رو بهشون یاد میدن دیگه، همه جا هست. خب ما هم نشستیم عکس هم گرفتیم تو حجمون، تو عرفمون، تو بعثه ای که بودیم با یه سر مهم. بعد اومده همونی که عکس منو گذاشته میگه این مخبره، نگاه کن مخبره با آخوندا فلان میگه. خب چرا نمیری با عکس هانی رو بذاری که لباس سپاه تنش کرده و به قول خودش میره سوریه و مدافع و اداره ایه؟ در هر صورت خاک تو سر کسی که از هانی دفاع میکنه. سه ایوان عشق منی آقا مزاهم نشد. اونایی که یا علی مدد موفق باش. شرف بیان قطع. من مجبورم یه چند تا رو هاید بکنم. چون حوصله بی ادبیشون رو ندارم. علی آقا خوش اومدید. ایشالله که همیشه بخندید. مشهد مثل محله آقای امام رضا، ما هم دوستتون داریم، التماس دعا داریم.
علی آقا لطفی فدای قد و بالات. بچه های دولت آباد قلب من هست. جوی آباد. پرچم مشهد بالاست. آقا مصطفی میزنم رو اسمت به روز نیست این ایستاد. بچه های کرما قلب منی. محسن شاهی از مشهد غلامتونم. ما هم تأثیر همه خوبا رو میکشیم. بوشهر بچه های فلا. خب دوستای خوب نازنینم. بچه های مازندران نور چشم منم. خدا حفظشون کنم. خوبای با ادب زیاد داره. ایمان گل. دوستای بزرگوارم از مرخصی از حضورتون میخوام. همه شما رو به خدا میسپارم. شما که خوش خورم و شاد باشید. در پناه خدا باشید. ممنونم علی آقا. ممنونم. سلطان آقا علی ابن موسر رزاست. من خاک پای همه شما. جاتون اینجای قلب سید آی پوشه. برای سلامتی همه تون دعا میکنم. برای نابودی هانی دعا میکنم. برای اونایی که فریب تیم مفعول هانی کنارم خوردن آرزوی هدایت میکنم. یا علی مدام.